سلام، من امیر قباد هستم و در این برنامه باکس آفیس پرفروش های هفته دوم می 2022 رو با هم مرور میکنیم. در جایگاه دهم فادر سو قرار گرفته با بازی مارک والبرگ، مل گیبسون، جکی ویور و ترزا ریز مکزیکی. این زندگی نامه درام سونی پیکچرز این هفته هم 993 هزار دلار فروخت تا در 30 روز اکران خودش در 1265 سالن تا کنون به فروش 19.6 میلیون دلاری رسیده باشه. جایگاه نهم این هفته در اختیار مموریه که با فروش 1.385.000 دلاری مجموع فروش خودش رو به 5.658.000 دلار در دومین هفته اکران رسونده. این اکشن هیجان انگیز با بازی لیام نیسون بازسازی فیلمی بلژیکی به نام خاطره از یک قاتله که در سال 2003 ساخته شده بود. اما هشتمین فیلم جدول یک کمدی اکشن جنایی به نام وزن غیر قابل تحمل استعدادی عظیمه. فیلمی با بازی نیکولاس کیج در نقش نیک کیج که در مواجهه با یک هوادار خیلی پرپاقرص با بازی پدرو پاسکال و یک مأمور سیاه با بازی تیفانی هدیش شخصیت‌های نمادین خودش رو بازی می‌کنه. این فیلم هم 1.585.000 دلار در سومین هفته اکرانش فروخت و مجموع فروش خودش رو به 16.449.000 دلار رسوند. ساندرا بولاک و دانیل رادکلیف شهر گمشده رو یک هفته دیگه در جایگاه هفتم باکس آفیس نگه داشتن. این فیلم ماجراجویانه و هیجان انگیز پارامون پیکچرز این هفته هم 2.763.000 دلار در سینماهای آمریکا فروخت تا مجموع فروش خودش رو به 96.652.000 دلار برسونه و امیدوار باشه که به زودی در باشگاه 100 میلیونی های امسال قرار میگیره. اما مرد شمالی یا نورسمن با 2 پل سقوط در سومین هفته فروش به جایگاه ششم اومده. فیلمی که اگه خشونت زیادش اذیتتون نکنه حتما باید با دقت به تماشاش بشینین. در کنار بازیگران اصلی جوان فیلم الکساندر اسکارسگارد و آنیا تیلور، شاهد بازی بیورک، نیکول کیدمن، ایتان هاک و ویلیام دفو هم در این فیلم هستیم. نورسمن با 2.864.000 دلار فروش مجموع فروش خودش رو به 28.143.000 دلار رسوند و با کاهش تعداد سالن‌های نمایش از 3234 سالن در هفته افتتاحیه به 1191 سالن در هفته سوم شاید نتونه انتظارهای فوکوس فیچرز رو برآورده کنه. همه چیز همه جا به یک باره تونست جایگاه خودش در جدول باکس آفیس رو حفظ کنه. فیلم روایتگر ماجرای یک مهاجر چینی سال خورده است که در دل رویدادی جنون‌آمیز غرق میشه تا با کاوش در جهانهای دیگه و ارتباط با زندگی‌هایی که میتونست داشته باشه در نهایت جهان رو نجات بده. پیرزن چینی این هفته 3.528.000 دلار در گیشه کاذب بود تا فروش فیلم به نزدیکی 42 میلیون دلار برسه. این هفته جادوی دامبلور چندان موثر نبود و سومین فیلم از مجموعه جانوران شگفت‌انگیز با فروش 4.264.000 دلار یک پله در جدول باکس آفیس سقوط کرد. البته وضع فروش جهانی فیلم از بازار آمریکای شمالی نتایج بهتری رو رقم زده و در مجموع با 366 میلیون دلار فروش برادران وارنر رو دلگرم نگه داشته. لایو اکشن سونیک 2 که صدا پیشگانی چون جیم کری و آدیس آلبا رو هم در قالب شخصیت‌هاش استفاده کردم با یک رتبه تنزل و فروش 6 میلیون دلاری در ردیف سوم جدول باکس آفیس قرار گرفته. این فیلم در پایان پنجمین هفته اکران تونسته 169 میلیون و 721 هزار دلار فروش داشته باشه و یکی از فیلم‌های خیلی موفق امسال به شمار میاد. بچه‌های بد با افت 42% فروش در حالی که تنها 203 سالن از دست داده بودن نتونستن یه هفته دیگه به صدرنشینی خودشون ادامه بدن. این انیمیشن باحال یونیورسال پیکچرز با فروش 9.573.000 دلاری مجموع فروش خودش در هفته سوم رو به 57.376.000 دلار رسوند. به
شماره یک این هفته میرسیم. فیلمی که بعیده تا یکی دو هفته آینده هم رقیبی در باکس آفیس داشته باشه. دکتر استرنج در جنون چند جهانی با 230 میلیون و 859 هزار دلار فروش در اولین هفته اکران رکورد کم نظیری از خودش به جای گذاشته. با وجود بسته بودن بازار سینمای روسیه، اکران جهانی فیلم هم بسیار موفقیت آمیز بوده و با 321 میلیون دلار فروش، مجموع فروش جهانی فیلم به 552 میلیون دلار رسیده. رکوردی که البته با فروش آخرین اسپایدرمن در تعداد روزهای نمایش یکسان 150 میلیون دلار فاصله داره. با توجه به اینکه در هفته پیش رو فیلم مهمی اکران نخواهد شد، به نظر میرسه بزرگترین رقیب دکتر استرنج در گیشه خودش خواهد بود. بعد ببینیم دنیای سینمای مارول میتونه در سال 2022 دومین فیلم بالای 300 میلیون دلار خودش رو تجربه کنه یا دکتر استرنج در دنیاهای دیوانوارش روزهای ناخوش رو تجربه خواهد کرد. سعی میکنم هر هفته با یه گزارش کوتاه باکس آفیس کنارتون باشم و امیدوارم که از این برنامه خوشتون بیاد.